سلام برای یوتیوب اشقای خودم واقعا دوستتون دارم نمیدونم چجوری بهتون بگم تمام کسایی که وقت میگیرین با من برای اینکه زندگیتون رو بهتر کنین از صمیم قلب خوشحالم که این کارو میکنین چون هم من احساس مثبتی میکنم هم احساس میکنم که در واقع شما خیلی دارین بهتر میشین چون حرفا که بهم میزنین باور نکردنیه بعد از اینکه تموم میشه تا حالا یک نفر حتی نگفته که مثلا اوکی همه خیلی خوشحال و انگار زندگیشون عوض شده و موقعی که خودم مثلا وقتی تو زندگی اتفاق خوب میافتاد همیشه اون کارو میکردم اون رو دیدم مثلا من, تو. من همین خیلی خوشحالم این از اون یه چیزی که میخواستم بگم اینه که این ویدیو راجع به اینه که چرا باور به توهمات و چیزی که واقعی نیست مشکل سازه چون من وقتی خیلی موقع میام مثلا راجع به حالا خدا دین یا این چیزا صحبت میکنم خب میفهمم خیلی هم میگن که مثلا گور پدرت خیلی هم میگن مثلا تو من احمقم خیلی هم مثلا میگن حالا مثلا میتونی چی بشه میدونی ضررش چیه ما که باور داریم خب آقا من همیشه این صحبت میکنم راجع به این که مثلا چرا نباید این کارا بکنیم و اینا و من فقط همیشه پیوری به که که احمقیتو از بین ببرم میگفتم خب من خودم مثلا یکی به من آقا ضررش چیه مثلا این خار تروسو بلند میشه مثلا میره هر چه یک شب بالا میشه میره کلیسا ای ایرادش چیه امروز برای اولین بار ایرادش رو دیدم و کشیدم و واقعا و واقعا ناراحتم ما بزرگم چند روز پیش وصل میشن بچه هاش به دورمین دوربین خونه هاش دوربین داری ها همیشه اینو چک میکنن دیگه مثلا مثلا شبا که خ... مثلا بلند میشه دست شب یه چکی میکنه که مطمئنشن شن خوب و اینا بعد داین بلند میشه صبح چک میکنه میبینه مام بزرگم تو چیز نیستش مام بزرگم توی دوربینا نیست نه تو اتاقش نه میفهم دستشویه بعد مثلا یه 20 دقیقه بعد دوباره چک میکنه دوباره نیست 20 دقیقه دوباره چک میکنه دوباره نیست زنگ میزنه به خانومش که پاشو برو اینو چک بکن اونم ولع میشه می چک میکنه میرسه اونجا میره می پلیس اونجا سو مامو هم مثلا با یه دونه تیشرت تو بالکن زن 90 ساله بعد گند زده به خودش همه کثیف شده و این حرفا خلاصه میانش تو تمیزش میکنن این حرفا این موضوع تموم میشه حالا تو مغز اون چی گذشته ها تو مغز اون یه مرد میاد خونش اینا میخواد شکنجه کنه لختش میکنه نه روش پنبه چی اصلا چیزی که میگه اصلا معنی نداره م... کوچه م... محض میگه بعد امروزش به بچه هاش میدید حالا مثلا بچه هاش که کیش میشه مامان من کیش میشه دایم کیش میشه خالم یه جوری به این آدم میرسن که من از پسر و از بچه مامان بودم خجالت میکشم ها یعنی صبح و شب برای این هر روز برو براش هر روز غذا درست میکنن غذای خفن سالاد نمیدونم سبزی ترشی ببر بذار براش بعد همشه در حال قرزدن اه این کیری بود این بدمزه بود نمک چون من پیره بعد نمیفهمم که مثلا زبونش داد از کار میفته یا مغزش دیگه نمیکشه غذا رو بفهمه یا هر چی به اینا گیر میده همش خب یعنی اینجوری مثلا میگه مامان بگی سلام دختر گلم مامان مثلا همش قرقره تخمی و الان دیگه اینجوری شده واقعا همش به اینو قر میزنن و همش غور میزنن یعنی مثلا یه جوری که مثلا من دیدم اینا میان بیرون از اون خونه عصبی باشن خب ولی اصلا نه به روش میانن نه هیچی میگن نمیگن مادرمون مادر مادر یعنی سه خاله بچن این درامیش میگن چیزی میشنوید بعد دیگه داش به اینا میرید میگه تخمی ان و هیچ کی منو کمک کنه و نمیدونم من 18 ساعت بیرون بودم بعد نمیدونم من همه هفته هم گوش میدم این داستانش اینه که آره من یه مرد اومد منو برد و چندین ساعت شکنجه کرد بعد من رو انداخت تو بالکن که سرما بکشم بعد چند تا خانواده اونجا بودن دره بالکنشون باز بود من که طرف این خور گرما بهم بخوره یه دکمه داشت میزد باد و عوض میکرد خلاص این یه فیلم سینمایی ساخته که اصلا واقعا میشه ساختش انقدر جالبه 18 ساعت اونجا بوده و بعد یهو داشته که میمرده یه دختر دست میزنه بهش میگه من دخترتم و بعد میگن دخترم کیه تو که کی صدای شیرین و شادی نداری و اونم میگه نه من فلانی هم زن پسر در واقع بعد میگه او فهمیدم و بچه های من تخمی هم هیچ موشون نمید اگه این من نجات نمیدنم و باز به این ریدم تو بچه ها و میدونی یعنی پوینت گوشته بود یعنی چه تو مقدش درست کرده بعد اونو فرسایش تو دنیای واقعی تو دنیای واقعی هم بچه شدن انای داستان این هم تران... کسی هم که این داستان رو میدونه و باور میکنه خودشه یعنی مثلا میدونی بدترین حالت دیگه من اینجا سلام در اومد نه که در اومد و داستان که داشت گفت انقدر یه کوتو شعر بود گفتم که آقا یه بچه پنج ساله این داستان تعریف کنه تو بهش میخفه شو دیگه میدونی چی میگم گفتم که مامان جون تو میگی داست... این آقایی که اومد تو رو برج چه جوری اومد در زد زنگ زد کلید داشت یادم نمیاد میگم ولی اومده بود تو خونه ما تو رو میبریم بیمارستان بغلت بایستادیم دکتر میاد بهت مثلا نبز تو بگیره تو جو میدی میپرسی دیوونه بازی در میاری این کیه کی میاد دست میزنه هم فکر کنم همه میخوان بکننش کی میخواد منو بکنه بنا. اینا اینا کار اسلام ها این بسته بازیه که میکنیم تو دلش, دلش دلش میخواسته به قول معروف تو جوونش احتمالاً بدم مثلا با ده نفر بخوابه یا پنج نفر بخوابه امتحان داشته باشه نداشته واسش عقده شده که مثلا مغزشو اوور کرد تو 90 سالگی تبعمونش که یکی اومد منو بخواد بکنه هر کی بهش تزریق میشه میگه بکنه تو بیمارستان مریض میگه تو بیمارستان تو کانادا اینجا کسی بخواد بکنه خب تو رو بکنه که میون دو رو میکنه چه تو رو بکنه ام... نه نمیفهمه دیگه چون میگم به شعر باور داره مغزش عادت داده که به مزخرفات و چیزهایی که بدون واقعیت و بدون حقیقت و بدون داستان پشش باشه باور کنه و چون این اتفاق براش افتاده دیگه همه اینا رو واسش میتونه قبول کنه خیلی راحت این قبول اون قبول این قبول اون قبول آقا این میاد داده و بیداد را میندازه که من بهش گفتم که خب تو میدین بیمارستان خار مردم سرویس مو دست میزنن چطوری میشه مرد وارد خونه تو بشه و تو با همه این اوکی بودی بعد به گفته پاشو ببینیم یه جایی خودش میگه آ میگه دنبالش رفتم نمیدونم چرا میگم تو چطوری میشه وقتی تو تخت بیمارستان نشستی که دست میزنه به فریش میزنی بعد بلند شدی دنبال یارو رفتی یه جایی توی که از خودت میدونی نمیتونی راه بری یعنی بدون چرخ تا دم آسانسور میخواد بره مثلا شاید ده دقیقه طول میکشه با, با این چرخ های چیزی که جلوش میگیره راه میده با اون ده دقیقه می کشه. مثلا فاصله یه هفت ثانیه یا بره و بعدش میگه نمیتونی کاری بکنه اون با تو ماشین دیگه فقط تو ماشین باشه بعد دوباره برگرد یعنی می... فکر کنم فلج باشم بعد بیام به تو خیلی جدی میگم دیشب داشتم میدویدم تو مسابقات حقمو خوردم بعد میگه خب میفهمم توهم زدی ولی میبینی که پا نداری گش اگه توهمت این بود که مثلا من دیشب داشتم دوبی میزدم بعد زبونم سوخت، بعد میگم آقا تو دیگه دوبی نمیزنی چند این ساله بعد میگم آقا مثلا نه من دیشب زدم حالا تو نبودی یواشکی زدم میدونی اینو میتونی باز جسور کنی ولی من که پا ندارم این بود که دفعه دو بعد تو که میگی تو پا نداری میگم که فقط میتونه توهم باشه دیگه چون من چی دیگه دارم من پا ندارم مادر منم پا نداره میگه اینجا راه رفته من دنبال یارو رفتم بعد پا نداره راه رفته از آدم دیگه همیشه میترسه و فراریه آدم اعتماد داشته هیچ کسی دیگه این آدم رو هر سال هم میاد خونش میگه هر سالی یه بار میاد خونم سالی یه بار میاد خونش میخوابه هیچ هم از ماها نیده خونه هم که دور میداره این رو نمی کنه. بعد میگه من 18 ساعت بعد دیگه بذاشم بعد دیگه وقتی شوکه به بچش ریدن واقعا گفتش که خدا منو کمک کرد گفتم بابا همین باورت به مزخرفات باعث شده که تو به خدا باور به این مزخرفات هم بتونی قبول کنی چون تو باور داری که هر چیزی میتونه باشه همه چی توهمه هر کی اون بخواد میتونه اتفاق بیفته پس هر اتفاقی میتونه بیفته بعد تو یه چیزی توهم تو خواب میبینی تو سن پیری که دیگه نمیتونی بفهمی که خواب بوده یا چیز بوده باورش میکنی چون مغزت عادت کرده به مزخرف و کشه باور کردن وقتی من میگم آقا جون بفهمین این چیزا واقعی نیست بفهمین این چیزا باعث میشه فقط شما عقب تر بیفتین تخمی تر باشه نظر شخصیتی یا نظر اجتماعی همه جوره غیر عادی باشه همین فیلمی که دیدیم یارو با ماس میزنه تو صورت تو سر دختر مردم میگم فکر کن چقدر این کار کیریه من اینجا میبینم بیرون مثلا میبینم آدما دارن با هم چه میدونم بدترین کارو میکنن من دخالت نمیکنم چون میگم زندگی اونا رابطی نداره بعد یارو مثلا اومده داشه رد میشه دختره رو دیده دست با ماس میزنه تو سرش یعنی اصلا تو چجوری نمیتونی انقدر آدم بیشوری و اینقدر ببینی یعنی اینقدر بیشوری راحت تو این همه هر جا نگاه میکنی توی قسمت دین بیشوری میبینی ولی همه با سکوت میگن نه 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 اوکی اوکی هست دوست داریم خدا خب مگه احمقین یعنی میدونم احمقین چقدر احمقین تا کی احمقیت بعد نگاه کنم ما من بگاه رفته بهش میگم که آقا داستان که خود میگی هیچیش معنی نداره تو میگی نمیدم چجوری رفتم نمیدم چجوری اومدم نمیدم چجوری ولی هنوز داری قبول میکنی به غیر از اینکه این تاثیر باورات به خدا و اینا چی میتونه باشه یعنی میدید چی دارم میگم اصلا نمیفهمم که واقعا چه اتفاقی داره میفته بعد میگم ماما جون این صحبت رو که داری میکنی وقتی میبینی همش مکسنس نمیکنه چرا همش اینقدر ادامه میدی به با عصبی شد یو گفت من 18 ساعت بهت میگم بیرون بودم 18 ساعت زجر کشیدم دوربین تو خورت اولاق زمان قدیم تو نیستش که هر کسی میگفتین کسی نمیتونه دفاع کنه دوربین تو هست تو هر به قول رو ازت رکورد هست تمام 10 دقیقه 10 دقیقه روز هستی تو یه نیم ساعت غیب میشی که اینا هم تا بخوان چون دایم ده دا سر کار بوده زنگ بزنه به یکی بیاد و اینا یه مثلا 20 دقیقه دیگه هم طول میکشه کلا یه نیم ساعت و چون دایم فکر می‌کنه تو توالت اون نیم ساعت اول اوکی بوده که نیم ساعت میشه دیگه میدونن نیم ساعت تو توالت نیست اگه تو توالت هم باشه حتما خورده زمین میگه یکی باید بره این کلا مثلا 50 دقیقه تنها بوده این 50 دقیقه تو مغزش کرده 18 ساعت و مرد و فلان و داستان کوسش ساخته و خانواده خودش تخریب کرده که آره اینا دیگه من و اگر عروسم نبودم من فلان و بعد میگم داستان خودت مزخرفه همه دوروری دارن بهت میگن چرا تو پرت میگی باز داری میگرفم درسته آخه چرا بعد یه عصبیش من 18 ساعت بیرون بودم میگم تو ویدیو ازت هست چرا انقدر زر میزنی بعد میگن نمیخوام راجع می حرف بزنم عین تمام آدمای دینی چرا نمیخوای وقتی به جای میرسین که میبینین داستانتون ایراد داره ولش میکنین چون میگه او این راه اگه ادامه بدم من به گم میگشم میگه های بیرون خب بس بفهم دیگه احمقی بفهم چیزی که باور اشتباه اشتباهه چون اگه به خود با نم باورونی وقتی به بال میسی شو میگه توهم باور کردن زج میکشی شب واقعا جن میاد باهات صحبت میکنه هر شب از خواب میترسی بیا الان حالا با سه چیز زنگ میزنم به هم ببینم هستش ببینیم چی میگه ولی واقعا بیچاره خودش انقدر انقدر ناراحتم که نمیتونم براتون توضیح بدم مامان جون جونم. دستشویی کردی؟ چه؟ میگم دستشویی تو رفتی؟ بله خب مامان جون گل من نگرانتم چرا؟ برای اینکه با حقیقت فراری شدی به حقیقت فراری شدی نه من نگران خود باشم هیچ حقیق نگران من نباش من با حقیقت تو گروه پس نمیدونی چجوری رفتی و نمیدونی چجوری اومدی و قبول داری این اوکیه تو من... داستان من تو را دارم دیگر چسم دارم <applause> مامان جو اصلا موضوع خنددار نیست من دارم بهت میگم به مزخرفات باور کردی از بچه گید و الان باعث شده زندگیت به گاه بره و تو داری من شعر میخونی هرچی پیش آید خوش آید فوید. به هیچی فکر نمیکنم دیگه دیگه اینقدر فکر کردم انقدر ازیت شدم حاضر نیستم دیگه به هیچ فکر کنم واقعا ماما جون اولا که شما زیاد فکر نمی کنی. نگران نباش اگه فکر میکردی به خود باور نداشتی اولا دوما این که شما که فکر نمی کنی پس چجوری این داستان ساخته شده که یه نفر اومده تو رو برده 18 ساعت تو شکنجت کرده تو سرما بعد نمیدونم فرشته نجاتت اومده بعد نمیدونم چیخی ظاهر شدی تو خونت و اینو داستانی این که تو تعریف میکنی من نمیگم تو میگی تو هم اوکی با این داستان یعنی خود مشکل نداری که نمیدون من منم هم, هم تعریف میکنم برای من, من تعریف نکرده که برای تو تعریف میفهمم خیلی خوب. خوب من اگرم به شما بگم یه دوست من که فلج دیشب رفته دویده تو چی میگی میگی دوست چرت و پرت میگه یا اینکه باور میکنی نمیدونم آدم برای جونش همه کار میکنه حتی چلاغ هم برای جونش میدونه خب اگه باور داری که آدمی که پا نداره میتونه با دو حق داری به خود باور داشته باشی ولی من الان اینی که مثلا میگی 18 سال شکنجه شدم بچه‌هام نمیدادن منو کمک کنم دیوونه این خالص شادی و شینجون سعید یه جوری از تو نگهداری میکنن که من من کجا هستم خب تا نیم اگر... تو, تو نیم ساعت رفتی تو بالکن تو نیم ساعت تو بالکن بودی وقتی تو میگی تو دستشوی اینو ندارن واسه این منتظر بودن دستشویی بیرون وقتی میشه نیم ساعت میترسن تا زنگ بزنه خانومش بیاد یه 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه نه من میگم حرف تو درست ولی داستان خودتو که نمیتونی تموم کنی چرا هنوز سر حرفت وایسادی من سوالم اینه تو خودت داری میگی من نمیدونم چه رفتم تو خودت داری میگی نمیدونم چه اومدم تو خودت داری میگی اون آدم نمی نمیدونم چه تو خونه من وقتی خودت نمیدونی چه جوری داستان خودتو باور کردی من نمیدونم ولی خب خیلی دو روز قبل از این برنامه انقدر من پای می دیدن انقدر شب بعد میگذراندم خدا بذار همش بارون همش سیل همش نمیدونم خب الان شما احتمال نمیدی این یکم خواب بوده نمیدونم من میگم با داستان خودتا من که هیچ حرفی نزنم همه چی تو تعریف کردی من یک کلمه نگفتم تو کشه دیدی میگم ماما جون داستانی که تو داری تعریف میکنی منطقی نیست تو نمیتونی راه بری میگی راه رفتم تو میگی من نمیتونم نمی... که چه راه نمیدم تو خونم میگی راه دادم پیش تموم شد رفت دیگه نگیر مادر خودت عذاب نذار میدونی چی عادت کرد مامان گلم این این که تو مغز تو طراحی کردی که به مزخرفات باور کنه خیلی راحت اگه شما با مغز این کار نمیکردی تو زمان جوونیت الان به این راحتی نمیزی باور کنی که خدا اومده وقتی بولم میشدی این منطق میگه که من مثلا خواب دیدم و اگه تو 20 روز بعد هنوز باور این اتفاق افتاده و هکی بهت میگه داری اشتباه فکر میکنی میگی اون طرف دیوونه است می‌فهمم که داری دیوونه میشی، و وقتی تو بفهمی داری دیوونه میشی میتونی خودتو کنترل کنی. و وقتی نفهمی داری دیوونه میشی بس حد سوال جدی ماشین کنی آهنگ خوندن. کاری که دو روز کردی. کجان؟ اینا به مامان بابا. چی؟ مامان بابات کجا؟ خونه‌شون. من می‌ذنم بابا نبات کنیم براشون اصلا شیر میگم می اصلا می دفه کاراش. میگم نمی‌خوام خب دیگه اون‌ها انتظار نکشن می بعده. نه میا دیگه بابا تو آروم باش 11 صبه. از ما یه زنگ بشیریم بزنم با اوکی آی لوف روز خوبی داشته باشی میبینی پر انتظار شده دهنشون سرویس کرده ولی اصلا نمیفهمه داره این کارا رو میکنه فقط و فقط به خاطر اینکه توهم مغزشو برده بالا که به توهم باور کنه همیشه واسه هم سوال بوده و برای بقیه که حالا اگه باورش بشیم مزخرفات چی میشه امروز اینجا تونستی ببینی تاثیر باور و توهم مزخرفات و جن و قول و پیامبر و خدا اینا چی میشه هر کسی که تا تش رفت شد قاتل و دیوانه و بمگذار و آدم کثیف هر کی به اوناش نرسید خودش زد بالا دمتون گرم روز نوازتون قبول